أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به ولا اکفره و اعادی من یکفره و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و النور و الموعظه على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وظل ضلالا بعيدا. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر محتاجم، همه خواهران و برادران و شرکت کنندگان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. زندگی همه انسانها لحظه به لحظه در مسیر خطر و زیان و ضرر است. ان الانسان لفی خسر. تنها عامل و تنها وسیله‌ای که میتواند سعادت و سلامت ما را در دنیا و آخرت تضمین کند تقوا و پروا پیشه کردن است. امیر بیان فرمودن عباد الله فاتقوا الله و راقبوا. بندگان خدا تقوا پیشه کنید و از خدا بترسید و عمل کنید برای روزی که کوها به حرکت در می آیند و آسمان با ابر سپید از هم می شکافد و نامه های اعمال از راست و چپ گشوده می شود. در اون لحظه انسان ها به دو دسته تقسیم می شوند. عده‌ای حرفشان این است بیایین نامه عمل ما را بخوانیم و عده‌ای حرفشان این است یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاش نامه عملم به دستم نمی رسید. کسانی که تقوا را پیشه کردند از گرفتن نامه عملشان خوشحالند. امید از هممان در سراسر زندگی به این وصیت و این راه سعادت توجه کامل داشته باشیم. اگرچه قبل از مسافرت وعده دادم یا مطرح کردم که چند هفتهی و چند جلسهی درباره موضوع رزق صحبتهایی را در خطبه اول خدمت شما عزیزان مهمانان حضرت حق در این فضای نورانی و معنوی داشته باشم، اما به دلیل حوادثی که اتفاق افتاد امروز
در خطبه اول بحث توسل مطرح میکنیم و خطبه دوم هم حوادثی که همه تان در جریان هستین ایجاب میکنه پیرامون اونها صحبت هایی داشته باشیم و تذکرات هم خواهیم داشت. مناسبت های تاریخی هم از موضوعات است که در خطبه اول دوم با اونها اشاره خواهیم کرد. یکی از موضوعاتی که در قرآن مطرح شده مسئله توسل است. در آیات قرآن داریم وابتغوا الیه الوسیله، از خداوند با وسیله حاجت بگیرین و مشکلاتتان حل بکنین. بندگان خوب خودش را خداوند وقتی معرفی میکند یکی از خصوصیات اونها را توسل جستن میداند و معرفی میکند. ما در تاریخ انبیا و در تاریخ اسلام و در تاریخ اصحاب پیامبر و بعد از اصحاب تابعین و کسانی که دوران حیات ائمه معصومین علیهم السلام را درک کردند داریم در تاریخ با اسناد کامل که اینها توسل کردند و با توسل مشکلاتشان حل کردن. بعضی از مشکلات از قدرت ما انسان ها بیرون است و ما چاره ای نداریم، در اون گونه موارد از نیروی بالاتر و از قدرت که فوق همه قدرت ها است استفاده کنیم. منتهی سوال مطرح میشه که خب چرا مستقیما از خدا کمک نگیریم، چرا توسل بکنیم؟ مثل خیلی از موضوعات دیگر موضوع توسل مورد شبهه است. جواب این شبهات را باید بدانیم و از این امکانات کلان و ارزشمند که در بعضی از شرایط جز توسل راه دیگری نداریم از آنها بهره بگیریم. به همین دلیل خیلی کوتاه من بحث توسل شروع میکنم و مطرح میکنم و با اون نکات مهم و اساسی که در شرایط فعلی جامعه اسلامی بیشتر نیاز دارد عرض میکنم. توسل یعنی واسطه قرار دادن، وسیله قرار دادن برای رسیدن به یک هدف. گاهی هدف دنیایی، گاهی هم هدف اخرویه، گاهی هدف معنوی است، ممکنه بعضی وقتا هدف حیاتی و زندگی باشه. مسئله توسل یک امر فطریه، همونطوری که اسلام دین فطرت است، توسل هم بخشی از قانون اسلام از فطری است، به این معنا که همگانیه و همجاییه و در همه زمان ها به درد میخوره، مخصوص یک موقعیت، یک بخش و یک نقطه از عالم نیست. در حقیقت همون شفاعت که در عالم آخرت به اون معتقد هستیم، توسلی که در دنیا ازش استفاده میکنیم همون است، منتها در اصطلاح به شفاعت که در عالم آخرت به کار گرفته می شود شفاعت می گویند و به توسل که در زندگی ما از او می توانیم استفاده کنیم این توسل می گویند. توسل عبارت است از خواستن، تقاضا کردن از شخصی در دنیا برای رسیدن به یک هدف، برای رسیدن به یک نعمت، برای رسیدن به سعادت، گاهی رفع یک مشکل که از توان خود ما بیرون است. این توسل اوج خضوع و خشوع بنده را در مقابل خدا میرساند. وقتی ما توسل میکنیم سراغ یک بنده خوب خدا میرویم،
خب گاهی توسل میکنیم پیامبر واسطه قرار میدیم، گاهی توسل میکنیم امام معصوم واسطه قرار میدیم، گاهی یک انسان مؤمن مطیع خالص را وسیله قرار میدهیم. وقتی یک انسان در مقابل یک موجود مطیع خداوند این گونه است، در مقابل خداوند به مراتب این انسان اطاعت بیشتر داره، فرمانبرداری بیشتر داره. پس توسل در واقع اوج خضوع و خشوع بنده در مقابل خداوند است. منتها خیلی ها شبهه میکنن، یکی از برنامه های دشمنان اسلام بحث شبهه است. حالا گروه هایی که شبهه میاندازن و میافکنن فراوان است، از جمله کسانی که در مقابل توسل شبهه ها کردن وهابی ها هستن. اینها با استفاده از بعضی از آیات و کلمات قرآن و روایات آمدن شبهه کردن، گفتن آقا چرا شما توسل میکنید، در حالی که خداوند در قرآن خودش فرموده و نحن اقرب الی من حبل الورید، سوره مبارکه قاف آیه 16، ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم. خب خدایی که از رگ گردن به انسان نزدیکتر است، خب چرا انسان از او خدا مستقیما کمک نگیره، بره مثلا انبیا را واسطه قرار بده، پیغمبر اسلام را واسطه قرار بده، امام معصوم را واسطه قرار بده، شهید را واسطه قرار بده، یک انسان مؤمن را واسطه قرار بده؟ یا مثلا قرآن می فرماید ادعونی استجب لکم، خب از ما بخواهیم، سوره مبارکه غافر، من خواسته شما را اجابت میکنم، خدا خودش گفته که از من بخواهیم من اجابت میکنم. یا به پیغمبر فرمود و اذا سألک عبادی انی، اگر بندگانم از من سوال کرد به اونا بگو فإنی قریب، من نزدیکم، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، من هر کس از من چیزی بخواهد دعوتش خواستش اجابت میکنم. سوره مبارکه بقره آیه 186. این آیات اینا مستمسک قرار دادن و به این آیات استناد کردن، گفتن پس توسل جایگاه نداره. ما در این حالی که این آیات را قبول داریم و از اینها بهره میگیریم، در این حال از خود قرآن آیات فراوان داریم و در سیره پیامبر ما آدرس هایی و نمونه هایی را داریم که خدا فرموده با وسیله بیاییم، دلیل داره. مثلا در سوره مائده می فرماید یا ایها الذین آمنوا، آی کسانی که ایمان آوردین، اتقوا الله، پروا پیشه باشین، وابتغوا الیه الوسیله، به سمت خدا رفتیم با وسیله حرکت کنیم، و جاهدوا فی سبیله، در راه خدا تلاش کنین، لعلکم تفلحون. خداوند خودش اینجا مسئله وسیله را مطرح کرده. جای دیگه خداوند می فرماید که ما به فرشتگان ما دستور دادیم و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما به ملائکه ها گفتیم برای آدم سجده کنیم. خب چرا خدا نفرمود به خودم سجده کن؟ فسجدوا الا ابلیس، همه این ملائکه ها سجده کردن جز ابلیس. سجده ای به آدم به دستور خداست، سجده آدم به امر خداست. اگر کسی با آدم سجده نکرد در مقابل خدا قرار گرفت. خدا خودش میگه با وسیله در خانه من بیایید. دستور و اجازه و واسطه‌گری اولیای الهی یکی از برنامه های خداوند است. اگر نبود چرا انبیا را مبعوث کرد؟ همونطوره که جامعه انسانی
به بعثت انبیا نیاز دارد، به توسلم مثل نیاز به انبیا نیاز دارد. همونطوری که پیامبر اسلام تا دنیا دنیا هست به عنوان خاتم الانبیا این مسئولیت بزرگ و جهانی را عهده دارد، توسل به او هم همین جایگاه را دارد. این منافات نداره که انسان با خدا رابطه برقرار بکنه، باید به اونها ببینه، تعلیمات اونها، شیوه و الگو گرفتن از اونها و تأسی به اونها ما را وادار بکنه که از مسئله توسل استفاده بکنیم. ما در آیات قرآن فراوان داریم که خداوند دستور داده از این مسیرها حرکت کنیم. خدا به پیغمبر می فرماید فعفو عنهم و استغفر لهم، برای اینها آمرزش بطلب، برای اینها طلب استغفار بکن و شاورهم فی الامر، با اینها مشورت بکن. خدا و پیغمبر می فرماید و استغفر لهم و استغفر لهم الله، از خدا برای اینها استغفار بکن. خب چرا خدا نفرمود خودت هم برین استغفار کنین؟ استغفار خود ما جایگاه خودش داره، اما بعضی وقتا ما مشکلات داریم که دعای پیغمبر و طلب رحمت و استغفار پیغمبر زودتر ما را به هدف می رساند. ما در تاریخ اسلام فراوان از اینها داریم، در تاریخ انبیا هم داریم. فرزندان حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام وقتی اون مشکلات براشان پیش آمد، برادرشان را بردن، خلاصه به دلائلی به چاه انداختن، بعد رفت به بازار برده فروشا فروخته شد، بعد برادرها رفتن، داستان همه می دانم. وقتی رسیدن به اون مرحلهی که یوسف شناختن، برگشتن و پدرشان گفتن یا ابان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، پدر برای ما از خدا طلب استغفار کن، انا کنا خاطئین، ما گرفتار خطا شدیم. قال سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم. از این نمونه ها در تاریخ انبیا و در تاریخ اسلام داریم. خدا به پیغمبر فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خطاب به همه ما است، خطاب به همه مؤمنین و مسلمین است. وابتغوا الیه الوسیله، با وسیله به جانب خدا حرکت کنیم. حالا این وسیله کیست که در این آیه و در آیات دیگر هم مطرح است؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، مؤمنا کسایی هستند که وقت دنبال حاجتن از وسیله استفاده میکنن. وسیله به این معنا نیست که ما از خود شخص مطالبه بکنیم. ویژگی هایی دارد توسل. یکی از ویژگی های توسل این است که ما اون انسان واسطه را واسطه قرار میدیم برای رسیدن به قدرت بالاتر. ما اگر در دعای توسل میگیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، از آبروی یک شخصیت و یک بزرگ استفاده میکنیم که در پیش خدا به ما واسطه شود، و الا از خود اون فرد ما نمیخواهیم، چون اونم بنده است، مخلوق است. ما از قبر و پرچم و از این ظواهر چیزی نمیخواهیم. اگر دست بزرگی را میبوسیم به خاطر احترام است، نه اینی که بگیم او خودش قادر است، او واسطه است. یقین داریم واسطه از پیش خود کار انجام نمیدهد، اون واسطه در پیشگاه خداوند آبرو دارد و وجاهت دارد و قدر و منزلت دارد. در حقیقت فاعل اصلی جریان خداست.
و مطلب مهمتر این است که اون وسیله کمالاتی دارد، برتری هایی دارد، ویژگی هایی دارد که به اون دلیل ما او را واسطه قرار دادیم. نمونه های زیادی در تاریخ اسلام داریم. اجازه بدین من یکی دو نمونه را عرض بکنم، شاید فرصت کافی نباشد. در روایات من داریم حضرت نوح وقتی سوار بر کشتی شد، ان نوحا لما رکب السفینه، وقتی سوار بر کشتی شد، خب اون آب همه جا را فرا گرفته بود و خاف الغرق، ترسید که این آب سهمگین کشتی نو و همه کسان به موجودات را که در کشتی هست نابود کند. قال اللهم اني اسألك بحق محمد و آل محمد. از خدا خواست به حق پیغمبر و آل پیغمبر. لما انجیتنی من الغرق فانجاه الله من، خداوند به این توسل حضرت نوح، حضرت نوح را از غرق شدن نجات داد. خب آیات که مربوط است به جریان کشتی و خلاصه سرنوشت کشتی، همه عزیزان می توانند با مراجعه به قرآن بیشتر دقت کنند. یکی از انبیای الهی حضرت موسی کلیم الهی است، وقتی اون عصا را انداخت به زمین تبدیل به اژدها شد، ان موسی لما القا عصا و اوجس فی نفسه خیفه، وقتی تبدیل به اژدها شد خود موسی در قلبش احساس خطر کرد، اونجا توسل کرد، اللهم اینی اسألک به حق محمد و آل محمد. از خدا اونجا آرزو کرد و تقاضا کرد که امنیت و سلامت این پیامبر خودش را تأمین بکنه، به آبروی پیامبر و آل پیامبر. فقال الله له عز و جل، خدا به حضرت کلیم فرمود، لا تخف انك انت الاعلى. حالا شاید دلائل ترس حضرت موسی مختلف بود، کار ندارم، فرزندان یعقوب عرض کردم، اجازه بدین یکی دو نمونه دیگرم عرض بکنم تا انشالله بحث توسل ما بهتر و کاملتر شود. عثمان ابن حنیف میگوید مرد نابینایی آمد خدمت پیامبر، عرض کرد چشم نداشت، کور بود، عرضه داشت یا رسول الله از خدا بخواهید خدا مرا شفا بدهد. نابیناست، علالقاعده نابینا اینه که دو مرتبه بینا شود و بصیر شود یه چیزی غیر معموله. پیامبر فرمود اگر بر این وضعیت صبر کنی بهتره، خب اجری داری، و اگر میخواهی از خدا بخواهم تو را شفا بدهد، باز هم پیغمبر فرمود که مشکل نداره، من با تو این کار را انجام میدم. اما راهنمایی کرد، فرمود که برو وضو بگیر. بعد فرمود وضو گرفتی این گونه از خدا بخوا، اللهم اینی اسألک، خدایا من از تو میخواهم، و اتوجه الیک، به تو را آوردم، به نبی که محمد. نبی الرحمه یا محمد. اینی توجهت بک الى ربی فی حاجتی لیقضیها، من به واسطه تو به درگاه پروردگارم رو می آورم تا حاجتم برایم برآورده شود. خود پیغمبر به او یاد داد چگونه توسل بکنه. کتاب جامع صحیح مال مرحوم ترمذی و از این قبیل روایات در منابع اسلامی اهل تشیع و اهل تسنن فراوان داریم. همینطور در تاریخ نمونه های بالاتر داریم. در صحیح بخاری
از ابن عباس نقل شده، خلیفه دوم مسلمین عمر ابن خطاب، ان عمر قال اللهم اني نستسقيك بعم نبينا و نستشفع بشيبته فسقوا، گفت که خدایا ما به عموی پیغمبر از تو تقاضای باران میکنیم، بر ریش و به محاسن سفیدش از تو میخواهیم مشکل ما را حل بکنه، به وسیله موهای سفید و طلب شفاعت میکنیم. در کتاب صحیح بخاری کتاب الجمعه باب الاستسقا میگوید باران بارید، نازل شد و همه خلاصه مناطقی که نیاز به آب داشتن استفاده کردن. تاریخ نشان میده خیلی ها از این مکان و از این جایگاه استفاده کردن و همینطور افراد دیگری بودن که توسل کردن و با توسل مشکلاتشان حل کردن. قسطلانی نقل میکند وقتی عمر به وسیله عباس طلب باران کرد، گفت ای مردم، پیامبر خدا به عباس به دیده پدر نگاه میکرد، از او پیروی کنید و او را وسیله خود به سوی خدا قرار بدهید. امیدوارم که مشکلات مهمی را که امروز جهان اسلام گرفتار است، هم با تدبیر و هم با همدلی و هم با سعی و تلاش بتوانیم برطرف کنیم و رفع کنیم و کمک کنیم. اگر دیدیم از قدرت فیزیکی و از قدرت جسمی ما بیرون است، ما به حمدالله و المنه امکانات بالاتر داریم با عنوان توسل، از اونها استفاده کنیم، از آبروداران عالم استفاده کنیم، از ذخایر الهی استفاده بکنیم. خداوند امکانات زیادی برای جامعه انسانی و اسلامی در نظر گرفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه عزیزان را به رعایت تقوا و پروا پیشه کردن تذکر میدهم. خطبه دوم مطالبی را که لازم است جامعه اسلامی برای همدلی بیشتر و برای آمادگی بیشتر در جهت پیشرفت و توسعه و عزت و آگاهی و بصیرت بهره‌مند شوند، مطالبی را باید با انتخاب اولویت ها گفت و با نمازگزاران که مدیران واقعی جامعه هستند، گردانندگان این حرکت بزرگ اجتماعی هستند، به گفتگو و به اشتراک بگذاریم.
اولین مسئله ای که عرض میکنم امروز ولادت حضرت شاه عبدالعظیم، این شخصیت بزرگ است، گرامی میداریم، و هشتم ربیع چهار روزی دیگه ولادت حضرت عسکری علیه السلام است. این هر دو مناسبت را من تبریک عرض میکنم و گرامی میدارم. خیلی کوتاه از حضرت عسکری، به دلیل خاص بحث کوتاهی را مطرح میکنم، بعد به مسائل روز میپردازم. یکی از دوازده امام نور که حدیث دوازده خلیفه مورد قبول همه جوامع اسلامی است، هم اهل تسنن و هم اهل تشیع، حضرت عسکری علیه السلام است. ویژگی این بزرگوار این است که پدر آخرین ذخیره خداوند، حضرت صاحب الزمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف است. در هشتم ماه ربیع که امروز چهارم ربیع است، در سال 232 متولد شدند و در سال 260 در هشتم ربیع الاول، البته ربیع الثانی ولادتشان است، و در سال 260 در هشتم ربیع الاول شهادت این بزرگوار است. علال قاعده 28 سال عمر این بزرگوار است. از این عمر 22 سال امرای پدر بود، اونه که معروف در مدینه به دنیا آمد. وقتی حضرت عادی را به اجبار در سامر را آوردن، این فرزند خردسال دو ساله یا کمتر بیشتر امرای پدر آمد و تا آخر عمرم در سامر را در یک محل نظامی اونجا نگهداری شد. در واقع در یک شرایط سخت کار کرد، 22 سال با پدر، 6 سال دوران امامت این بزرگوار است. شخصیت این شخصیت بسیار وسیع و همه جانبه است. کسی است که پیغمبر فرمود، حالا اینم باید بفهمیم، ولادت حضرت سال 232 پیغمبر سال 10 هجری رحلت کرده، یعنی 222 سال قبل از ولادتش پیغمبر ایران معرفی کرده. خود این یک مقوله مهمه. حالا این رو باید اهل معرفت مطالعه کنن، باور پیدا بکنن. یکی از شبهات در همون بحث توسل همین شبه است که چطوری حضرت آدم خلاصه به پیامبر و آل پیامبر توسل جست. دلیل داره. پیغمبر ما قبل از رحلتش امام عسکری را که 11 امام است این گونه معرفی کرد: جعله نورن فی بلاده. خداوند امام عسکری را نور خود در شهرهایش و خلیفه خود در سراسر زمینش قرار داد. و خلیفتن فی ارضه، این جایلون فی الارضه خلیفه. فرمود که و عزن لامته، امام عسکری را مایه عزت امت اسلامی قرار داد. تعابیر بسیار عمیق و بلندی درباره امام عسکری علیه السلام داریم. من فقط همین جمله را عرض میکنم و زیاد وقت دوستانه نگیرم. خب این بزرگوار وقتی به امامت رسید، در سال 260 هم که به شهادت رسید، در سال 255 یعنی 5 سال قبل از شهادتش، آخرین ذخیره الهی از صلب این شخصیت یعنی طاووس بهشتیان آقا و مولامان صاحب الزمان در همین شهر سامر را، همین شهری که مرقد این بزرگوار اونجاست و قبر پدر بزرگوارش هم اونجاست، قبر حضرت حکیمه، قبر حضرت نرجس مادر آقا همسر حضرت عسکری اونجا است، در همین شهر آقا به دنیا آمد. حالا امامی که اون همه عظمت داره، در حدیث در خطابه غدیر
در بخش هشتم 21 بار پیغمبر از او یاد کرده. هیچ کسی به اندازه ای آقا در روایات در زبان ائمه معرفی نشده. حالا این شخصیت در سامرا در محلی که آقا در قالب یک حبس زندگی میکنه اونجا این فرزند به دنیا آمده. کار بزرگی که انجام داد این را باید معرفی بکنه. ولادتش ویژه است، تربیتش ویژه است، گاهی زمینه را فراهم میکرد مردم با شخصیتی که هم امامشان هست و هم باید خلاصه به دلائلی که شرایط ایجاب میکنه از دسترس همه به دور باشه آشنا میکرد. این کار سختی است. فوق برنامه های که ما تصور میکنیم کار انجام داد حضرت تا فرزند عزیزش که امید همه بشریت است از دسترس طاغوت و دشمنان در امان بمانه، اما گهگاهی خلاصه افراد ویجر با او آشنا میکرد. نقل میکنن یکی از ارادتمندان به امام عسکری به نام محمد ابن فارس نیشابوری از ارادتمندان به حضرت عسکری بود، با امام رابطه داشت، متوجه شد که فرماندار عراق به نام عمرو بن عوف تصمیم گرفته این دوست و ارادتمند حضرت عسکری را از بین ببره و به شهادت برسانه. میگه به من خبر رسید که قصد کشتن منه داره، منم مجبور شدم آمدم خدمت امام عسکری علیه السلام، حالا یا مشورتی بگیره یا مثلا از آقا التماس و دعایی بکنه. میگه همینطوری که نشسته بودم کنار حضرت قصه را مطرح کردم که آقا من خلاصه در خطر شدید و جدی قرار گرفتم و تصمیم دارم از شهر بروم بیرون برای حفظ جانم. میگه ناگهان دیدم کودکی بسیار زیبا و با شخصیت ویژه بدون اینکه من قبلا دیده باشم به من گفت که یا ابراهیم، اسم اون آدم بود ابراهیم ابن محمد ابن فارس نیشابوری، یعنی اسم خودش ابراهیم بود، گفت یا ابراهیم لا تهرب، ابراهیم فرار نکن، فان الله سیکفیک شره، خداوند شر کسی را که قصد داره تو را نابود بکنه خودش دفع میکنه. میگه تعجب کردم که این کیس اسم را چطوری میدانه، هنوز من خلاصه مسئله را مطرح نکردم، این طفل خردسال چگونه خلاصه این مشکل مرا فهمید. به امام عسکری عرض کردم آقا جان خداوند مرا فدایت سازد، این کودک کیست و از حرف دل من چگونه آگاه است؟ تا امروزم اون شخصیت با همون عظمتش هست و لحظه اگر نباشد دنیا اهلش فرو میبرد. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. امام عسکری فرمود این کودک پسر و جانشین من است، همان کسی است که غیبتش طولانی گردد و پس از پر شدن سراسر زمین از ظلم و جور آن را پر از عدل و داد می کند. بعد سوال کرد آقا اسمش چیه؟ فرمود هم نام رسول الله است. و فرمود آنچه را دیدی و از ما شنیدی بپوشان، جز به اهلش به کسی نگو. عظمت شخصیت امام عسکری این است که این رسالت بزرگ را به خوبی انجام داد و عمل کرد. گرامی می‌داریم این ولادت را و دعا می‌کنیم انشاءالله خداوند میوه دلش را فرجش را معجل بگرداند. دو سه تا نکته را لازم می‌دانم در خطبه دوم عرض کنم. یکی مسئله انتحار و انفجاری که جمعه گذشته در مسجد امام زمان بغلان اتفاق افتاد، مسئله
زلزله عراق ولسوالی زندجان مسئله بعدی است و مسئله غزه و فلسطین مسئله سوم است که اینها را لازم میدانم عرض بکنم. خب همون گونه که عزیزان مستحضرن، روز جمعه گذشته که من در سفر بودم، بعد از یکی دو ساعت از حادثه مطلع شدم. خب انفجاری در منطقه پل خمری در مسجد به نام مسجد امام زمان در بغلان اتفاق افتاد. همه در جریان هستند در این حادثه وحشیانه و بی‌رحم و در واقع با خباثت عناصری که اجرا و اعمال شد بیش از 20 نفر شهدا را داریم، آمار دقیق بیش از 50 نفر مجروحی نداریم. و اگر بخوایم به دقت این بحث بررسی بکنیم، خب با توجه به این که الحمدلله بحث امنیت در افغانستان تا حدودی وضعیتش خوب بوده و یکی از دستاوردهای امارت اسلامی که بارها خلاصه مطرح شده و با عبارات مختلف این دستاورد در واقع تجلیل شده، این پنجمین بار است که خلاصه مسجدی و معبدی و مرکزی عبادی و در واقع آموزشی و فرهنگی مورد هجمه و حمله قرار میگیره. دلیل این گونه حرکات میتواند یکی از دو چیز باشه و یا حداقل به یکی از این دو به اصطلاح هدف این کارا انجام میشه، در این حالی که مظلومیت و در واقع فوق خلاصه غربت مردم به شهدا و خانواده های آسیب دیده را به نمایش میگذارد. یکیش اینه که دشمنان اسلام، دشمنان افغانستان با این برنامه ها خلاصه اثبات میکنن و تلاش میکنن که امنیتی که شما میگیم آسیب پذیره، امنیتی که این همه بزرگ مطرح میکنیم ما میتوانیم این را خدشدار بکنیم و گراف به اصطلاح ناامنی را بتوانیم بالا ببریم. این یک مسئله است و ایجاب میکنه که مسئولین در قبال این حرکت جدیتر برنامه ریزی کنن. مسئله دوم، سطح نارضایتی دنیا را از مسئولین و از امارت اسلامی بالا ببرند و نگرانی جامعه جهانی را در قبال افغانستان تشدید کنند. اینا اهداف است که دشمنان اسلام و دشمنان افغانستان و دشمنان پیشرفت کشور ما با خلق این حوادث دنبال میکنند. البته هم باید مردم با همه اخلاص و اعتقادی که لازم است داشته باشیم بیدار باشن، هیچ صحنه ای را برای غفلت و استفاده دشمن و نگذارن. این لازم است. ما در یک محیط و در یک کشوری زندگی میکنیم که دشمنان ما بارها از خلاصه کوچکترین غفلت ما استفاده کردن. هم مردم باید جدی باشن، محتاط باشن، بیدار و با برنامه باشند و هم مسئولین و امارت اسلامی باید در حفظ و در تکمیل و تأمین امنیت بیش از پیش انشاءالله کوشا و جدی باشند. مسئله دوم، مسئله مصیبت بزرگ و واقعا دردآور زلزله است که در روزهای گذشته با تعداد خسارات و تخریب و خلاصه مصیبت‌های زیادی به کشور ما جریان پیدا کرد و من توفیق پیدا کردم در این حادثه از مردم زلزله زده منطقه زندجان، ولسوالی آسیب دیده و قریه‌هایی که اینها گرفتار شده بودند به عنوان خلاصه یک نیروی همدرد
هم از جانب خودمان و هم به نمایندگی از دفتر آیت الله سیستانی بازدید کردم و خدمات به حد وسع و خلاصه امکاناتی که داشتیم خدمت برادران آسیب دیدمان انجام دادیم. واقعا صحنه‌های دلخراشی بود، صحنه‌های سختی بود، با کسانی روبرو شدیم که وقتی صحبت میکردیم قدرت تکلم نداشتن، اشکشان جاری بود، میگفت من نمیدانم، فقط خودم هستم، چند نفر از اعضای خانواده من زنده است. قریه ها کلن تخریب شده، تعداد خلاصه خانواده ها کامل نابود شده، یعنی افراد خانواده ها و الا منازل که نابود است. مسئله حادثه سخت و سنگینی را که هممون شاهدش بودیم یک مسئله است. مسئله بعدی این است که در چنین شرایط باید طبیعیه، این دنیا از این حوادث زیاد دیده و بازم خواهد دید، مهم این است که ما هم دردی بکنیم، این آلام بکاهد و این جریان ها خوب مدیریت بشه. زلزله نه اولش و نه آخرش، آفات طبیعی یقینا ادامه خواهد داشت. مهم این است که هر کشوری و هر مدیریتی برای این اتفاقها تسهیلات داشته باشه، امکانات داشته باشه و به اسرع وقت در اونجا به یاری مردم بشتابه و شناسایی دقیق از آمار شهدا، از آمار زخمی ها و از آمار متضررین، ایجاد مراکز یا کمیته ها و یا اداره هایی که باید برای خدمت و رفع مشکلات مردم دقیق و با برنامه کار بکنن. و همینطور وظیفه می دانم از همه جریان هایی که در این حادثه ملت ما را کمک کردن، خیرین داخلی خارجی، از همسایه ها تشکر بکنم، منتها با شاهد بودن صحنه هایی را که در محل زلزله و در قریه ها دیدم آسیب خیلی کلان است. در آستانه سرمای زمستان باید با اخلاص و با جدیت برنامه ریزی بشود. آخرین مسئله، مسئله مظلومیت فلسطین است. جنگ اخیر و درگیری را که حماس با اسرائیل خلاصه شروع کرد و روزهای زیادی از این حادثه می گذرد، این از چند منظر قابل بررسی است. یک قضیه، قضیه داخلی است. چرا حماس، چرا نیروهای مقاومت آمدن و خلاصه حمله کردن به شهرهای اسرائیل؟ خب این سوال است. ماجرا این گونه است که اسرائیلی ها سالهاست این سرزمین غصب کردن توسط قدرت و حمایت هایی که از بیرون می شد، مخصوصا حمایت امریکایی ها بر ملت مظلوم فلسطین تا امکان داشت فشار آوردن، اینها را از شهرکاشان بیرون کردن، از منازلشان بیرون کردن، منازل اینها را اشغال کردن، غصب کردن، خانه های مردم خالی از سکنه کردن برای افرادی که خودشان علاقمندن، اونجاها را خانه درست کردن، شهرک سازی کردن، شهرک های جدید ساختن. خب طبیعیه یک ملتی که از خانهش اخراج میشه، در یک باریکی، در یک نقطه، در تنگنا و فشار زندگی میکنه، این دنبال یک فرصتی است که بتواند عکس العمل نشان بده. لذا اینا حمله کردن، حمله با هر شرایطی که بود غافلگیرانه بود. مسئله ای که اینجا اتفاق افتاد، این حمله باعث شد دنیا او باوری را که به اسرائیلی ها داشت عوض بشه. دنیا فکر میکرد که گنبد آهنین دیگه شکست ناپذیره، اما وقتی متوجه شد که نه،
این گنبد هم راه نفوذ داره و ایده ای میتواند این تهدیدها را یک روز بشکنه. خب باور مردم، باور دنیا عوض شد. حتی کسانی که آمده بودن توسط خلاصه صهیونیست ها اونجا ساکن شده بودن، اونا هم اظهار پشیمانی کردن. اونا الان دارن بعضیاشان بر میگردن این شهرگاهی که به اونا داده شد و برای اونا آماده شد، دیگه به اونا اعتماد ندارن. خود مردم اسرائیل هم متوجه شدن که این راه زندگی نیست، با فشار با دشمنی نمیشود زندگی کرد. این مسئله مسئله داخلی است، اما مسئله خارجی که این مهم است و متاسفانه همین قضیه ماجرا را کند کرده و واقعا این وحشتی را که امروز دنیا شاهدشه. شما ببینید در جلب چشم دنیا چی فاجعه است. آیا وجدان بیدار پیدا نمیشه؟ در یک شفاخانه حمله میشه، حداقل 500 کشته داره و حد اکثر تا 600 نفر کسی که در شفاخانه هست کشته میشه. آب قطع میشه، برق قطع میشه، مواد خوراکی تمام شده. بود خارجی قضیه چیست و چرا جهان اسلام حتی دنیا عکس العمل نشان نمیده؟ بود خارجی قضیه این است که این منطقه خاورمیانه که فلسطین در این منطقه قرار دارد از امکانات بسیار بالا و سرشار برخوردار است و حواشی و مردمی که در اینجا زندگی میکنند اکثرا مسلمانن. خب کشورهای همسایه فلسطین شما نگاه کنین، سوریه، لبنان، عراق، عربستان، مصر، همه کشورهای اسلامی است. و این کشورهای اسلامی یک تهدید بالقوه است در مقابل صهیونیست و حامیان صهیونیست. چرا دشمنان اسلام، حامیان صهیونیست اینقدر دقت میکنن، از این جریان حمایت میکنن؟ برای که نمیخواهن و دنبال این مدیریت هستن که نکنه جهان اسلام در مقابل اینها یک حرکت بزرگ را پیش تنظیم بکنن. لذا تلاش میکنن که رابطه کشورهای اسلامی را با اسرائیلی ها تامین بکنن. بالقوه میترسن. به این دلیل است که هم حمایت میکنن، هم امکانات براشان میفرسته و از او طرف با شیطنت میگن ما یک کمکی هم به مردم غزه و فلسطین میکنیم. و جهان اسلام، آزادی خواهان عالم باید متوجه باشن، این توطئه ها را خونسا کنن. اگرچه کم و بیش صدای عدالت و حق‌خواهی به گوش میرسه، اما متاسفانه اون حرکت مؤثر و کاربردی را که باید جامعه انسانی مخصوصا جامعه اسلامی داشته باشه تا امروز ما شاهدش نبودیم. و امیدواریم که کشورهای اسلامی، کشورهای همسایه، کشورهای عربی در مقابل این حرکت که بود داخلیش در واقع مدیریت مسلمان ها برای نرسیدن به یک قدرت و وحدت بزرگ است، انشاءالله بیشتر مد نظر قرار بگیره. و ما از اینجا اگر وسیله دیگری نداریم، با همه وجود و با همه خلاصه سوز و درد فریاد میزنیم خدایا به مقربان درگاهت، به شش ماهه شهید، به آغوش سید الشهدا علی اصغر که با دیدن اطفال مظلوم فلسطین و غزه به یاد اون مظلومیت میفتیم. خدایا این شرارت و خباثت را از سر ملت فلسطین و مردم مظلوم اون دیار رفع و دفع بگردان. خدایا این شجره خبیثه و حامیانش را اگر قابل هدایت نیستن نابود و ریشکن بگردان. به همه انسانهای آزاد مسلمانها توفیق
دفاع توفیق حمایت و توفیق مبارزه با این ظلم و با این خونخاری و این وحشیگری را بیش از پیش عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.